همه آنچه که باید گفته میشد رو جامعه تشکر فرموده. خانم مرشدی امروز قراره ماش پلو رو بهمون آموزش بدن. حبوبات معمولا تو رژیم غذایی خیلی از ما فراموش شده. امیدوارم ماش پلو رو حتما آماده کنید و در وعده حداقل سحر میتونه غذای مناسب باشه. سلام و درود بر خانم مرشدی عزیز، خوش آمدید. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. درود باشه. امروز ماش پلو، ماش خیلی استفاده زیادی نداره الان. خیلی اوقات توی عدس حبوبات ما نیست بله. دیگه کلا متاسفم. در صورتی که این ماش اگر جوانه بزنه خاصیتش باز بیشتر میشه و خاصیت‌های خیلی زیادی داره برای سردرد، برای تب، کسایی بله. که سکسکای مداوم داشته باشن و ویتامین آ و ب داره و فسفر و کلسیم خیلی بالایی داره. فعلا. حالا آقای دکتر خدا دوست هستن ان شاءالله تو بخش خودشون حتما در مورد بله. فواید ماش هم صحبت خواهند کرد. مواد اولیه‌اش رو ماش 200 گرم هستش پخته شده. ماش خیلی احتیاجی نیست زیاد خیس هم بخوره. بله، خیلی هم سریع پخته میشه. 200 گرم ماش داریم، گوشت چرخ کرده داریم 350 گرم، پیاز 3 عدد خلالی شده، برنج 400 گرم، دارچین یک قاشق چای خوری، زیره یک قاشق چای خوری، زعفران حل شده یک قاشق چای خوری. طرز تهیه‌اش بله. برنج رو من آبکش کردم. روغن رو می‌ریزیم. قابلمه‌تون فلفل دلمه ای؟ بله. یه مقدار من برنج از قبل آبکش کردم. دیگه آبکش کردن برنج رو فکر نمی‌کنم کسی مشکل داشته باشه. البته عروس خانمای جوون شاید براشون یکمی سخت بله. باشه. حالا اگه ما وقت کردیم بله. حتما راجع بهش بله. توضیح میدیم. من هر دو فکر عروس خانمای بله. اگر خواستم میتونن از سیب زمینی قالب زده و کنجد کف دیگ استفاده بکنم. بله. ما یه مقدار برنج می‌ریزیم، بعد از ماشی که پختیم همون موقع ما داخل این مثل عدس پلو، لوبیا پلو بله. اینجا رو ما داخلش میریزیم. بعد ادویه‌ای که داریم به خاطر اینکه کسایی که مجال سردم داشته باشن ماش حتما همراه با زیره دارچین خیلی بهتره که استفاده بشه، چون ماش سرده بله. بعد زیره داریم، پیاز داغ از قبل من خلالی کردم، اینا رو سرخ کردیم که لا به لای این میریزیم. گوشت چرخ کرده رو عزیزان میتونن یا به صورت قلقلی های گوشت ریزه، یعنی گوشت رو با یک پیاز و نمک و فلفل و زیره با هم دیگه مخلوط کنن، به صورت قلقلی کوچیک در بیارن سرخ کنن، یا میتونن خود گوشت رو همینطوری چرخ کرده استفاده بکنن تفت بدن و ما اینو داخل این وسط این غذا و میریزیم. یه مقداری از زعفرون رو اضافه میکنیم. خواهیم زعفران آب کرده اون سر بله بکرم ریختم داخل بله. اینجا بعد زعفرون رو میریزیم. دوباره از برنج میریزیم لا به لایه اینو ما تا همین به ترتیب مواد رو داخل اینجا ما استفاده میکنیم. مجدد ماش بله، مجدد دوباره ماش می‌ریزیم و ادویه ها رو اضافه می‌کنیم. ادویه ها رو هم دارچین، زیره و پیاز داغ. خانم مرشدی این امکان هست که ما جداگانه ماش پلو رو دم بذاریم بله، بعد این ادویه و مواد و پیاز داغ اینا بله. جداگانه آماده و بعد روی ماش پلو بله، اینجوری خب مخلوط که میشه خیلی بهتره، خوشمزه میشه این روش بله، اینجوری لابلای هم دیگه بالاخره مواد رفته میشه و موقع یک بله مزه ها موقع دم کردن هم با هم مخلوط میشه بله. ولی خب اون سبب کم میشه دیگه بله درسته؟ بله اونجوری هم میشه. نمیدونم برای چی گفت اینو میگم، به دلیل اینکه خیلی ها دوست دارن که برنج رو آبکش نکنن، درسته، به شکل کته استفاده کنن بله. اون ارزش حالا غذایش بیشتر حفظ بشه. اون به اون شکل میشه با کته بله. ماش پلو رو هم میشه اینا رو با هم دیگه ما مخلوط میکنیم و در آخر اینا ما دم میذاریم. خیلی عالی، چون زیره برای ماه رمضان هم باعث میشه که هضم غذا باز بهتر بشه استفاده میکنیم و سعی میکنیم از گوشت چرخ کردمون هم گوسفندی استفاده کنیم
که برای هضمش باز راحت تر از گوساله است. یه دقیقه وقت داریم. ما دیگه همه کارا انجام شده، دم می‌ذاریم فقط. بله، اینو ما دم می‌ذاریم. من اگر یه تایمی هم باشیم می‌خواستم، چون عزیزان برشتوک خیلی دوست داشتن یاد بگیرن، مواد آوردم که اگر بشه آموزش بدم. اجازه بدین تو بخش بعدی، چون تو 30 ثانیه نمیتونیم آموزشش بدیم، دیگه ابتر میمونه آموزش. اجازه بدین تو بخش بعدی اگر وقت داشت. متشکرم از شما و همینطور از شما ممنونم که عصرتون رو قرار هست در کنار ما باشید و همراه ما باشید. البته لطف میکنید، این رو بارها بارها گفتیم. پیام های بازرگانی رو ببینیم. علاقمندان به طب سنتی و گیاهان دارویی به هوش و به گوش باشن. همیشه سلامت باشید انشالله.